با سلام و درود. اوضاع قفقاز، خصوصا قفقاز جنوبی، با گذشت هر ساعت ظاهرا بحرانی تر می شود. فرستاده سپاه قدس ایران و پایتخت ارمنستان است و هشداردهی طرفای سوم یا طرفای ثالث با یکدیگر ادامه دارد. ترکیه و ایران، ایران به ترکیه هشدارهای میدن در مورد وقوع جنگ احتمالی در قره‌باغ. به هر حال مبادله هشدارها بین ایران و ترکیه این بار به نظر میرسه که جدی تر است. اول از دیلی یک خبر است که نمایندگان 20 کشور صنعتی در دیلی در بیانیه پایانی خود از محکوم کردن روسیه به خاطر حمله به اوکراین پرهیز کردند و این خیلی جالب است. 20 کشور صنعتی که اونجا کشورهای شرقی و غربی است از محکوم کردن حمله روسیه اجتناب کردند. این برد دیپلماسی کی را نشان میدهد؟ در کابل بر اساس گزارش به دست آمده از استخبارات، هدایت های مکرر داده شده به بخش های فرهنگی امارت اسلامی، خواستند در وزارت اطلاعات و فرهنگ خواستند به ارتباط اجده سنبله روز شهادت احمد شاه مسعود از طریق ریاست 06. اینا با علمای کرام گفته خودشان میگن کار کردن و مامورین وظیفه دادن که کتابایی که در باره احمد شاه مسعود و در ستایش مسعود نوشته شده باید جمع‌آوری شود، از کتابخانه ها، از آرشیف ها و از تمام جایی که کتاب ها وجود دارند. مکتوب یک بار دیگه مواصلت کرده و گفته که باید توجه جدی شود از طرف تمامی نهادهای، یعنی گفته خودشان زیربط، در این رابطه توجه شود تا مردم افغانستان اغوا نشوند. این در مکتوب اینه ذکر است. استخبارات با دیگر نهادهای مربوط هم برنامه داره تا تمام کتابهایی که در این رابطه نوشته شده و در جنگ های مسعود و کارنامه های سیاسی همه اینا را جمع‌آوری بکنن، از بازار، از کتابخانه، نهادهای آموزشی، خلاصه در انظار مردم این کتاب ها دیده نشود. میریم سر آذربایجان. نیروی ذخیره آذربایجان آله در ادارات خواسته شدن ثبت نام روانه، ثبت نام به جنگ، به جبهه میرن. قطارهای بسیار طویله در باکو دیده میشه که ثبت نام میکنن و همه اینا را به خطوط مقدم جنگ با ارمنستان اعزام میکنن. جنگ هنوز در نگرفته، اما از سه طرف، از طرف ایران، از طرف آذربایجان و از طرف ارمنستان، سفربری و لشکرکشی ادامه داره. این چند روز پیش وزیر خارجه ایران که وزیر خارجه ترکیه را در تهران ملاقات کرد، صریحا از ترکیه خواسته که طرح کریدور زنگزور کنار بگذارن، عقب نشینی کنن از این گپاش. میگفته این به شما هیچ ربطی نداره، امو کریدوری که رای ایران بند میکنه و طرف قفقاز و اروپا. امیر عبداللهیان گفته که ما هرگز تغییرات ژئوپلیتیکی را یا محدودیت های مسیر ترانزیتی کنونی را در منطقه نمیپذیریم. این هشدارها بارها داده شده است، حتی شخص خامنه ای هم این هشدارها را دادن. دم حاضر مهدی سبحانی، فرستاده ایران به ارمنستان. خب مهدی سبحانی یکی از سرداران سپاه قدس است و انتصاب ای آدم به عنوان دیپلمات ارشد ایران در ایروان نشان میده که روی کرده ایران نسبت به
منطقه قفقاز جنوبی چقدر حساس و چقدر مهم است. دیپلمات های عادی را نمیمونند. از یک سو سایت های وابسته به سپاه یا زیر مجموعه های سپاه در شبکه اجتماعی اونا گفتن که موضع ایران به هاکان فیدان وزیر امور خارجه ایران، یعنی در قبال هر گونه اقدام تغییر مرزی در مرزهای شمال غربی به طرف مقابل ابلاغ شده. حمایت اسرائیل از باکو ممکن است برای علیوف گران تمام شود. ایره نهادها یا نشانی های سپاه پاسداران عنوان میکنند و اینا گفتند که تمامیت ارضی ارمنستان باید حفظ شود و ای به هر قیمت باید حفظ شود. این سپاه پاسداران میگه. در اینجا خاورشناس روسی است به نام کریل سیمنوف. ای کریل سیمنوف تحلیلگر مستقل است با سابقه طویل در بخش مسائل سیاسی و نظامی خاورمیانه، یعنی تمرکز کارایش بر درگیری های سوریه و یمن و لیبیا است و ای آدم در ضمن کارشناس شورای امور بین‌المللی روسیه است. ای آدم چی میگه؟ میگه که ایران بسیار علاقه داره با حمایت از ارمنستان نفوذ خود در قفقاز جنوبی افزایش بده، یعنی با تکیه بر ارمنستان. اما مداخله مستقیم ایران در درگیری قره‌باغ محتمل نیست چندان. خودش مستقیم نمی جنگد و شبکه های دیگی را می جنگانه. ارمنستان، خب شما می فهم که هدف از سخنان کریل سیمنوفی است که اگر جنگ در می گیره ای ارمنستان است که به جای ایران خواهد جنگید. اینطور ایران از افزایش حضور ترکیه همیشه نگران است. گفتیم مردم ما شما خار میخوره، این تو یک چیز است. بنان آذربایجان شیعه، عمدتا شیعه، در حوزه نفوذ ایران از نظر سیاسی قرار نداره و این یک نکته آزاردهنده است برای ایران. باکو زیادتر بر قرابت قومیتی و نژادی با ترکیه تکیه میکنه تا ای که مثلا خیشاوندی مذهبی و تاریخی خود با ایران بیشتر ترجیح بده. نه، بیشتر روی کردش بر قومیت و نژاد از مشترک با ترکیه است. اما بعید است که ایران در اوضاع قره‌باغ کوهستانی مداخله بکنه. خب این آدم میگه مداخله است که لشکرکشی، مداخله ایران دائمی است. اینجا اگر مداخله نکنه ایران باخت استراتژیک میکنه. خب این آدم میگه که مداخله نمیکنه تا ای که دالان مرزی زنگزور بسته نشه. ما میگیم که زنگزور خب بجایش ایران در تمامی مسائل جنگی و سیاسی منطقه قره‌باغ و ارمنستان و آذربایجان دخیل است. حتی ما دیدیم که مانورهای نظامی در مرز آذربایجان چند بار اینا برپا کردن. یک حساب رسانه اجتماعی روسی است به نام رایبار، این میگه که ارتش آذربایجان تا رسیدن به مرزهای 19-18 قرار است بجنگن. یعنی اگری درست باشه که خیلی خطرناک است، یعنی کل منطقه رو به جنگ میکشانن. مرزای 1918 کجاست؟ آلی کجاست؟ اما ایران و ارمنستان اگر کوریدور زنگزور مثلا صدمه نبینه، برار اینجا جنگ ارتش های دو طرف به یک هدف وارد جنگ نمیشن. خب این گفته میشه که مثلا ارمنستان به تحریک ایران، اساسا به تحریک ایران اینمی کوریدور بسته کرده بودن که رای ترکیه با آسیای میانه رو بند کنن. یعنی زنگزور تنها رای ایران نیست به طرف قفقاز و اروپا. این کوریدور زنگزور که مربوط ارمنستان شرقی میشه
رای ترکیه به طرف آسیای میانه است. ترکیه اینجا است که دخالت میکنه و تقریبا به زور و برضا یا به قناعت میخواهد که دالان زنگزور رای عبور استراتژیکی ترکیه هم باشد. مشکل اینجاست. اما آذربایجان میگه که نه، ما بخیر کار تمام میکنیم، منطقه را ما تصرف میکنیم، بعد از او ترکیه بی خلل مثل حیات خلوت خود رفت آمد بکنه. اینجاست که ایران اینا رو هشدار میده. این بحث پیچیده است. ایران میخواد ترکیه رو به جنگ در ارمنستان بکشانه. شما فکر نمیکنید اگر ترکیه را به جنگ ارمنستان بکشانه باخت کی میکنه؟ یعنی شما تعرض بکنین، جنگ هجوم بکنین به ارمنستان بی جهت، یک طرف اصلی قضایام نیستین، شما چی میشه؟ خب این تو داما را برای ترکیه هم میشانم، به خاطر از اینکه ارمنستان عضو کشورهای مشترک المنافع و رهبری روسیه است. حمله احتمالی ترکیه به ارمنستان حمله ناتو به حوزه روسیه است. متوجه میشید؟ من تصور نمیکنم که ترکیه قدم اول بردارد. اما وقتی که توازن برهم میخوره، هیچ کس جلوی یک فاجعه را گرفته نمیتونه. همونطور که کریل سمنوف میگه، ایران ممکن است مستقیم مداخله نکنه، اما ایران بیش از توانایی مداخله عملی در درگیری با استفاده از گروه های نیابتی خود و باز نگه داشتن منابع هند به طرف ارمنستان عمل میکنه. ما در این برنامه ها تمام چند و چون یا جوانب مختلف شرح میتیم تا تصویر کامل شود به مرور زمان. ایران آل در حال انتقال تجهیزات نظامی به مرز ارمنستان و آذربایجان است. خوبی به چی خاطر؟ یعنی همگی از یک انفجار غیر مترقبه در حراس هستند. نیروهای ویژه روسیه هم وارد ارمنستان شدن. اونجا قبل نیروها بود در منطقه بین گسل یا به اصطلاح فاصله مرزی بین آذربایجان و ارمنستان در شکل حافظ صلح، اما نیروهای ویژه دیگه هم وارد شده، خبر میرسه. ایران قبلا با آذربایجان گفته که اگر شما تصمیم به حمله بر ارمنستان میگیرین، ما مداخله میکنیم، در حالی که پاشینیان با برگزاری رزمایش نظامی به امریکا در واقع از پشت به روسیه و ایران خنجر زده. آیا این یک تکتیک یک بار مصرف است؟ هرچی باشه، از ارمنستان روسیه و ایران و هند دفاع خواهد کرد. اسرائیل و ترکیه آله در اردوگاه الهام علیو فساد هستند در آذربایجان. به نظر میرسه که همه این چیزا یک تمهیداتی است که پای ایران رو به جنگ بکشانند. بیشتر گفتیم که ایران پای ترکیه رو میکشانه، اما علایم دیده میشه که اونا یک دامی را گذاشتن که ایران رو بکشانند. سر ایران بیشتر از طریق افغانستان هم برنامه است، منتفی نشده از این طرف ها. ارتش ارمنستان و آذربایجان خب حال در فیلم ها و ویدیوهایی که ما دیدیم، نیروهای کمکی از جمله جزدام های زرهی، میکانیزه، سامان های پدافند هوایی و توپخانه کالیبر سنگینه و مرزا برده روان هستند. این خب از کدام تفری نمیبرند. یعنی به اصطلاح برنامه استفاده از زور. خب آذربایجان از احتمال حمله به مناطق جنوبی ارمنستان و ویژه در ولایت سیونیک که یک گذرگاه زنگزور در واقع است، یک رقم پیام های صادر میکنه. یعنی به خاطر ایجاد یک کوریدور به منطقه نخجوان آذربایجان. نخجوان یک منطقه است، این تو یک رقمی مهندسی کردن در زمان اتحاد شوروی، امین منطقه را
که هر یک از این کشورها یک قسمتی از بدنه اصلیش جدا است از این، مثلا در خاک ارمنستان است و از ارمنستان در خاک آذربایجان. ایران هم نیروهای کمکی را مرتب میفرستند. کدام آمادگی های بر احتمالی بر یک جنگ احتمالی است؟ رئیس جمهور ایران به ارمنستان اطمینان داده که شما از جانب ایران خاطر جمع باشین که ما هر گونه تغییر ژئوپلیتیکی را خط قرمز خود میدانیم، مداخله میکنیم. خود چی بگویند دیگه؟ از او سو ترکیه و ایرانی های هشدار داده که شما اگر مداخله کردید ما سریع مداخله میکنیم. رهبری ارمنستان از یک طرف بسیار درمانده شدن، بیپناه شدن، اونا با رئیس جمهور فرانسه در تماس هستند. خب رهبری ارمنستان ما شما میفهمیم که مسیحیان هستند، عمدتا مردم مسیحی است و این زمینه مداخله ناتو و کشورهای اروپایی را کاملا تب به تب فراهم میکنند. خب اگر ایران در امور آذربایجان مداخله کند، ارتش ترکیه به سرعت پاسخ خواهد داد. این گپ وزیر خارجه ترکیه است. خب این هم مشتور داد و هم مشتور داد. چی خواهد شد به نظر شما؟ یعنی ما برنامه متواتر در این زمینه از روی مطالعات، از روی پژوهش‌ها و از روی عناصر خبری تازه به تازه آماده کردیم. کامل از یک با شما صحبت میکنم، هم سرم باد کرده، گفته نمیشه که چی واقع میشه. اما پوتین چی میگه؟ میگه درگیری میتونه با آسانی به جنگ تبدیل شود که تعداد بیشتری از کشورها را به جنگ بکشانه. ایره پوتین میگه. ای چی معنی؟ معنایش وقتی که اتفاق افتاد ما شما باید جستجو بکنیم. اما ما تصور میکنیم که پوتین از گشایش یک جبهه عقبی از قفقاز به وسیله امریکا و ناتو تشویش دارد. تا بعد.